برای بررسی همین موضوع همکارم کیمیا قربانی از مونیخ همراه ماست. کیمیا، از اتفاقات مهم این فستیوال برامون بگو. فرهناز، یکی از همین مهمترین اتفاقها حضور وزیر فرهنگ آلمان در حاشیه این فستیوال بود. خب همینطوری که دیدیم اعلام همبستگی کرد و باش که حرف میزدم خیلی امیدوار بود و میگفت که من به همه شما زنان ایرانی افتخار میکنم. در شب اول فستیوال خب مربوط بود به نشست ادبی با حضور خانم منیرو روانیپور و یک داستان جدیدی رو خون، البته بخش هایی از این قصه رو که در یک فضای سورئال اتفاق بیفته و تحت تأثیر جنبش زن زندگی و کشته شدن تراژیک نیکا شاکرمی این قصه رو نوشته و خب میگم قصه بسیار سورئال هستش و میشه بگه که یک اتفاق نو و جدید بعد از جنبش زن زندگی آزادی در ادبیات داستانی هست. اما خب فستیوال ترمه طبق روال سالهای گذشته در بخش‌های مختلفی برگزار میشه همینطوری که گفتی، اما یک بخش جدیدی امسال به این جشنواره اضافه شده که بهش کشور مهمان میگن و مهمان امسال این جشنواره کشور افغانستان بود. تصاویر و عکس‌هایی در واقع در بخش هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته شده که این عکس‌ها توسط زنان اهل افغانستان گرفته شده، عکس‌هایی که به روایت زنده هستند و در واقع روایتگر رنج و شجاعت زنان افغانستانی هستند که چطور در برابر محدودیت‌ها و برای آزادی مبارزه می‌کنند. اما خب موسیقی هم یکی از بخش‌های بسیار مهم در فستیوال ترمه هستش که یک کنسرتی اجرا شد شب گذشته با صدای هورا میرشکاری. هورا زن جوانی هستش که از منطقه سیستان میاد و به نظر میرسه، حداقل میشه گفت که بعد از انقلاب اسلامی این اولین بار هست که اشعار سیستانی یعنی به زبان سیستانی آوازهای خونده میشه و هورا میرشکاری تنها زنی هستش الان در حال حاضر که از خطه سیستان و بلوچستان میاد و به زبان سیستانی که زبان مادریش هستش این اشعار و دو بیتی های فولکلوریک رو اجرا میکنه. موسیقی مدرن بود، موسیقی معاصر بود، اما خب فضای این اجرایی که هورا میرشکاری به هم راه حبیب مفتاح و نوازنده گیتار انجام میدادن مخاطب رو واقعا می برد به فضای سیستان و بلوچستان، یعنی این سفر شکل با وجود اینکه موسیقی معاصر و مدرن بود. اما خب فستیوال ترمه ادامه داره، امشب هم قرار هستش که یک گروهی که از ایران میان از بندر عباس اجرا میکنن و خواننده این گروه هم یک زن هستش و در ایران به صورت زیرزمینی کار میکنن و حالا خب اینجا اجرا میکنن. از اهداف فستیوال ترمه اونجوری که با مدیرش صحبت میکردم میگفت یکی از مهمترین اهداف ما همیشه این هستش که هنرمندان خارجی یعنی داخل ایران و خارج از ایران رو در کنار هم قرار بدیم که اینها بتونن با هم تعامل داشته باشن و فاصله ها رو از بین ببرن و بتونن در واقع هنر ایرانی رو ارائه بدن. متشکرم از توضیحاتت کیمیا قربانی از مونیخ.